خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شاگرده عزیز و گرامی سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جور و صحتمند باشین. شاگرده عزیز، به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگرده عزیز و گرامی، ما و شما مضمون چی رو میخوانیم؟ مضمون ریاضی رو با هم دیگه میخوانیم، درست است؟ مضمون ریاضی فصل هشتم هستیم دیگه. فصل هشتم چی است؟ معادلات. و درس سوم ما و شما امروز بخیر میشه. و امروز عنوانی که ما و شما باید بخونیم چی است شاگرد عزیز؟ دو عنوان هم میخونیم و فصل هشتم ما و شما خلاص میشه امروز، درست است؟ اول چی رو میخونیم؟ معادلات معادله میخونیم و در آخر تشکیل معادله رو میخونیم، درست است؟ خب شاگرد عزیز، قرار بود که کارخانگی رو شما به ما روان کنید از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 2964-780-255-4013. اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی، کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید، میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم، درست شاگرد عزیز؟ پس میریم سر تخته و درس امروز را شروع میکنیم. شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید. خب شاگرده عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی است؟ معادلات معادل چی است؟ میگیم که ما معادلات یادتون هست دیگه، معادلات و میتونستیم کار کنیم. درس گذشته بود دیگه، نه؟ ما معادلات گفتیم چه رقم کار میکنیم؟ گفتیم از طریق چی ما میتونیم به اطراف معادلات یا مساوات میتونیم یک عدد مثبت یا منفی کنیم. میتونیم اطراف تقسیم بر یک عدد غیر صفر کنیم، خلاف صفر باید باشد. میتونیم اطراف در یک عدد ضرب کنیم و ایکس که وقتی تنها ساختیم جواب معادله ما و شما دریافت میشه. درست است؟ پس حل معادلات ما و شما یاد داریم. اما معادلات معادل چی است؟ میگه معادلاتی که اگر دارای حل یکسان، یعنی جوابهاشون یکی باشد. دو تا معادله داریم، یه کار میکنیم جوابش دو میشه، و دیگر کار میکنیم جوابش دو میشه. این هر دو معادله رو میگیم معادلات معادل. البته در رابطه با معادلات چی شاگرد عزیز؟ معادلات یک متحوله، یک متحوله درجه اول. درس ما و شما دیگه نه؟ دو تا معادله یک متحوله درجه اول داریم، جوابش یکی شده. پس میگیم این دو تا معادله با هم چی است؟ معادلات معادل هستند. پس معادلات من نوشته میکنم سر تخته، معادلات معادل. پس نوشته کنم شاگرد عزیز، معادلات معادل. میگیم که اگر دو معادله دارای جوابهای برابر یا یکسان باشند، میگیم معادلات چی هستند؟ معادلات معادل نامیده میشه. به عنوان مثال دقت کنید، 2x جمع 3 مساوی است با چند بگیریم؟ 7 بگیریم، صحیح است؟ خب بیره کار کن شاگرد عزیز، این چند میشه جوابش؟ گفتیم این مثبت صفر دوباره انتقال بدن چی میشه؟ علامهش تبدیل میشه، میشه منفی 3. پس دی بر 2x میمانه مساوی است با 7 منفی 3. جواب چند میشه شاگرد عزیز؟ 2x مساوی است با 7 منفی 3. 7 مثبت 3 منفی است، هم علامه نیستن، از هم کم میشه. پس میشه 2x مساوی است 7 منفی 3 میشه 4، علامه عدد بزرگتر که میشه مثبت 4. حالا اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر ضریب x. ضریب x چند است؟ 2 است. آفرین. تقسیم بر 2. خب چی میشه شاگرد عزیز؟ n 2 ک 2 خلاص، پس x میمانه و او برام 4 تقسیم بر 2 چند میشه؟ 2 میشه. مثبت در مثبت هم مثبت میشه که علامش نمیمونه. پس جواب ما و شما چند شد؟ یا حل معادله چند است؟ 2 است. جواب یا حل معادله براش میگیم. سه یک معادله است، کار کردن جواب شده 2. یک تا معادله دیگه داریم. با عنوان مثال معادله چی داریم شاگرد عزیز؟ دقت کنید، 4x جمع 6 مساوی است با 14. سیست اینو گفته کار کنید، 4x جمع 6 مساوی است با 14. خب اینو کار میکنیم، بسیار آسان است. اول مثبت 6 دوباره انتقال بدین چی میشه؟ 4x مساوی است با 14 منفی 6، سیست
4 x خودش نوشتم میکنیم مساوی سبا 14 مثبت 6 منفی هم علامه نیستند از هم کم میشه و علامه عدد بزرگتر چند میشه؟ میشه مثبت 8. صحیح است؟ 14 رو 6 کم کنه 8 میشه. 14 چون بزرگتر است علامه عدد بزرگتر میگیره مثبت 8. حالی اطراف تقسیم بر چند شاگرد عزیز؟ تقسیم بر ضریب x. ضریب x چند است؟ 4 است. آفرین. تقسیم بر 4 میسازیم. خب 4 که 4 خلاص میشه شاگرد عزیز، د بر x میمونه و د او بر 8 تقسیم بر 4 چند میشه؟ 2 میشه و علامهش میشه مثبت 4 مثبت علامه نداره مثبت است، مثبت در مثبت میشه مثبت 2. خب حل از این معادله چند شد؟ جواب از این معادله 2 است. جواب از این معادله هم 2 است. دیدیم که دو تا معادله چی داره؟ معادلات معادل داریم. بیا میگیم معادلات معادل. پس معادلات معادل معادلاتی هستند که چی است؟ جواب آنها با هم مساوی است یا برابر است. خب شاگرد عزیز اگر دقت کنیم، اگر کمی دقت کنیم میبینیم که این معادله اوله، ما اگر همه عناصر ضرب در دو بسازم معادله دوم دریافت میشه. دقت کنید، ضرب در دو بساز، 2x ضرب در دو میشه چی؟ 4x میشه. این سر ضرب در دو بساز میشه مثبت 6 و این افت ضرب در دو بساز میشه 14. صحیح است؟ پس ما و شما معادلات معادل از روی هم میتونیم تشکیل بدیم. اگر ما بیایم با عبارت های یا بگیم چی عملیات جبری ساده، جبری ساده فقط جمع و ضرب و تفریق است دیگه، جمع ضرب تفریق و تقسیم. صحیح است؟ این چهار عملیات جبری ساده روی یک معادله انجام بدیم، معادله معادلش دریافت میشه. صحیح است؟ خب پس به دو معادله میگه معادلات معادل. شاگرد عزیز پس دقت کنید، بعد سوال در شما با ما و شما بتکه به دو معادله با ما و شما میت میگه آیا دو معادله معادل است؟ دید یک راهش است که ما جواباش بکشیم، اگر جواباش یکی شد میگه معادل است. درست است؟ یک راه دیگه است، اگر تانیسم با عملیات جبری ساده یعنی جمع، ضرب، تقسیم و تفریق با همین چهار عمل ما اگه تانیسم از این معادله به اون معادله دیگه برسیم میگیم این دو معادله چی است؟ معادل است. با اون مثال ما این ضرب در دو کردیم و دریافت شد. صحیح است؟ پس چی میشه؟ پس معادلات معادل دو را برای تشخیصش داریم. گفتیم یا باید جوابش بکشه، جواب باید مساوی باشد، یا از روی خود معادله دو معادله اگر فقط با جمع، ضرب، تقسیم، تفریق با همین چهار تا به اون تانیسم برسیم چی میشه؟ با نام مثالی ضرب در دو کردیم شده. پس این دو تا معادل معادلات چی هستند؟ معادل هستند. خب شاگرد عزیز اما معادل معادل چی به درد میخوره؟ خب اون رو میخونیم که چی شود. یک تا نکته بسیار مهم از اینجاست، بعضی از معادلات ما و شما سوال خود کار کردن از این چی میشه؟ کمی مشکل میشه، سخت میشه. به او خاطر ما او رو تبدیل به یک معادله معادل میکنیم، معادله و آسان است، او رو میتونیم بسیار آسان حل کنیم او رو. صحیح است؟ خب او که حل کردیم جواب ازی و خود معادله اول یکیسته و جواب تانیسیم دریافت کنیم. پس معادلات معادل به این درد میخوره که بعضی از معادلات ما و شما تختار پاک میکنیم سوال کار میکنیم، بعضی از معادلات خودش اگه مستقیم کار کنیم کمی نه که کار نشه، کار میشه ولی کمی مشکل تر است. صحیح است؟ مخصوصا چی؟ معادلاتی که کسری داشته باشیم، ما و شما افاده کسری داشته باشیم و ما و شما در افاده کسری میفهمیم اگر جمع باشد باید مخرج مشترک بگیریم. صحیح است؟ مخرج ها رو مساوی کنیم و یک کمی یک کمی چی میشه؟ مشکل میسازه کار ما رو. به خاطر ما به معادلات معادل تبدیل میکنیم. درست است؟ من تخته رو پاک میکنم، یک تا از مثال کار میکنم. خب شاگرد عزیز به عنوان مثال سوال با ما و شما به این شکل داده، گفته که 1 بر 2 x جمع 3 بر 4 مساوی است با 5. گفته این معادله رو کار کن. صحیح است؟ 1 بر 2 x جمع 3 بر 4 مساوی با 5. خب این مگه کار کنم مستقیم رو کار کنم جواب چی میشه شاگرد عزیز؟ این رو کار کنیم این 3 بر 4 رو بعد انتقال بدیم، پس میشه 1 بر 2 x مساوی است با 5، 3 بر 4 مثبت است، دوباره انتقال داده شما میشه منفی، منفی 3 بر 4. حالی 5 منفی 3 بر 4 باید اختصار کنیم. خب 5 مخرج ندارد. مخرج 5 چند است شاگرد عزیز؟ مخرج 5 1 است. باید مخرجش مساوی باشه. مخرج مساوی نیست. باید مخرج مشترک باشه. در جمع و منفی اعداد کسری میفهمید، نسبتی میفهمیدیم دیگه نه؟ باید مخرج ها مساوی باشد. پس این ما باید چی؟ ضرب در چند بسازیم؟ ضرب در 4. صورتش هم ضرب در 4 میسازیم. پس به شک میشه. میشه 1 بر 2 x مساوی است با 5 ضرب در 4 میشه 20. صحیح است؟ 1 4 هم 4. منفی 3 بر 4 که اگه اختصار کنیم آل این مخرج ها مساوی شده، یک از مخرج ها رو نوشته میکنیم، صورت ها با توجه به علامهشون جمع میشه، پس میشه 1 بر 2 x مساوی است و یک از 4 ها رو نوشته میکنیم. 20 مثبت 3 این علامه از منفی از 3 است دیگه نه؟ 20 مثبت با 3 منفی میشه 17 مثبت، پس شد 17 بر 4. خب حالا اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر ضریب x. ضریب x چند است؟ 1 بر 2. اطراف تقسیم بر 1 بر 2 دهی برم تقسیم بر 1 بر 2. خب چی میشه شاگرد عزیز؟ دهی بر چون جای نیست دهی بر نوشتم میکنم، این 1 بر 2 با 1 بر 2 خلاص، پس x مساوی میشه با خط کسری. چی است؟ دو کسر بالای هم هستند، میشه دور در دور، نزدیک در نزدیک، یعنی عبده ضرب در 2 باید ضرب شود، عبده ضرب در 2 میشه 34
و 4 ضرب در 1 تم میشه چند؟ میشه 4. که پس x شد 34 بر 4. اگر این اختصار هم بسازیم، اختصار کنیم چی میشه؟ شاگرد عزیز، به 2 اختصار کنید میشه 17 بر 2. 17 بر 2. صحیح؟ پس جواب ما شما 17 بر 2 که 17 بر 2 تقسیم کنیم میشه 8.5. صحیح؟ پس جواب ما شما دانستیم دریافت کنیم این معادله رو کار کنیم. ولی دیدیم کمی مشکل است. کمی زمان بیشتر میبره، باید دقت کنیم، مخرج مشترک بگیریم و کمی مشکل میکنه، کار ما رو مشکل میکنه. ما این میتونیم به یک معادله معادل تبدیل کنیم و او رو کار کنیم. او دیگه معادل ما و شما دیگه مخرج نداره. مخرج نداشته باشه کار ما و شما آسان نشه. صحیح؟ پس ما میایم چی میکنیم؟ شاگرد عزیز دقت کن. ما این رو تبدیل به یک معادل میکنیم. چرا خام خود همین سواله، ما با معادل کار میکنم، جوابش هم چی عبدای بردو هم 8.5 میشه و بسیار آسان تر از روش است. خب چرا خام میره تبدیل به معادل میکنیم؟ گفتیم میتونیم چی کنیم؟ معادلات گفتیم از طریق چی؟ عملیه های ساده الجبری، ضرب، جمع، تقسیم. ما میایم همه رو ضرب داره چی، همه عناصر ضرب داره 4 میسازیم. چرا؟ چون 4 یعنی مخرج 4 هم خلاص میکنه، مخرج 2 هم خلاص میکنه. صحیح؟ پس چی میکنم؟ ده همه رو در عدد 4 ضرب میسازم. پس من نوشتم میکنم معادله خودش نوشتن میکنم، یک بر دو ایکس جمع سه بر چار مساوی است با پنج. کل از زیر ضرب داره چند میکنم؟ ضرب داره چار میسازم. ضرب داره چار. صحیح؟ این چار هم در اول ضرب میشه، هم در دوم، هم در سوم ضرب میشه و معادل میشه. حالا رو کار میکنه، خود ضرب کنید را چار که ضرب دارید شوه، چار میتون شاگرد عزیز، چار مخرج یک است به این شکل است دیگه، نمیتون به این مخرج یک بتن بگیم چار ضرب در یک میشه چار، یک ضرب در دو میشه دو، میشه چار بر دو. یا میتونیم بگیم که این چار میتونیم که یک ضرب کنیم چار که عزیز اختصار میشه دیگه، نه بس با نوشته کنیم، بس نوشته میکنیم به این مخرج یک میتیم، صورت در صورت، مخرج در مخرج، چار ضرب در یک میشه چار، یک ضرب در دو میشه دو، ایکس هم خودش نوشته میکنیم، جمع چار ضرب در سه 12، یک ضرب در چار 4 مساوی است با این هم مخرج یک است دیگه، 4 ضرب در 5 20، یک ضرب در یک یک مخرج یک نوشته نمیکنیم. صحیح؟ خب حالا اختصار میکنیم، 4 تقسیم بر 2 چند میشه؟ میشه 2، 2 ایکس 12 تقسیم بر 4 میشه 3 مساوی است با 20. خب یک معادله شد که چی؟ مخرج نداریم، مخرج یک است. خب بسیار آسان کار میشه کرد، درخو کار کنیم، 3 مثبت دوباره انتقال بدیم، پس میشه 2 ایکس مساوی است با 20 منفی 3 که بس 2x ما و شما چند میشه؟ 20 مثبت 3 منفی میشه 17 مثبت. ولی اطراف تقسیم بر چند شاگرد عزیز؟ تقسیم بر ضرب x. ضرب x ما و شما چند است؟ 2 است. تقسیم بر 2 که این x کرد x خلاص، پس در نتیجه x ما و شما چند میشه؟ 17 بر 2. پس جواب ما و شما شد، دیدیم که 17 بر 2 شد در اینجا و در اینجا هم 17 بر 2 شد. صحیح؟ پس معادله فهم میدیم، معادلاتی که جواب باشن گفتیم یکی است. حالا چی به درد میخوره معادلات معادل؟ گفتیم یک معادله با ما شما میتونه مگه این کار کو این معادله رو ما بخوایم کار کنیم ببینیم مخرج داره، مخصوصا در این مخرج داره که ما شما چی داره مخرج داشته باشیم، کسری باشد یا رو مستقیما میشه کار کرد، جوش میتونیم بکشیم، ولی یا رو تبدیل به معادل معادل میکنیم، از معادل معادلش کار میکنیم، آسان تر است. صحیح؟ میایم همه اطراف در کلش کل عناصر در یک عدد ضرب میکنیم، مخرج ما شما رو خلاص کنه و در اینجا 4 است. صحیح؟ اگر به عنوان مثال دهی چند باشه شاگرد عزیز، ما و شما یک مخرج 2 داشتیم، یک مخرج دیگه 3 داشتیم، در چند ضرب باید بسازیم؟ در 6 باید ضرب کنیم، چون 6 هم 2 تقسیم به 2 میشه، هم تقسیم بر 3 میشه. پس اگر این مخرج ما و شما 3 بود، ما همه را در 6 ضرب میکردیم و معادلش دریافت میشد، این کار میکردیم دیگه، مخرج نداشتیم. صحیح شاگرد عزیز؟ پس این از معادلات معادل و کاربردش که در کجا کاربرد داره، درست است؟ خب شاگردای عزیز و گرامی، پسی از معادلات معادل و کاربردی که گفتیم چه رقم به درد ما و شما میخوره، سوادار چه رقم ما بتونیم کار کنیم، پسی از معادلات معادل. اما عنوان دوم درس ما و شما چی است؟ تشکیل معادله. بعضی وقتا یک مسئله ما و شما داره میره بخوایم کار کنیم و حل کنیم، او را ما باید اول چی میکنیم؟ برای که آسان‌تر بتونیم جواب از مسئله رو دریافت کنیم، او را به یک معادله تبدیل میکنیم و بعد معادله رو حل میکنیم، جواب ما و شما دریافت میشه، درست است؟ پس ما و شما میتونیم برای یک مسئله، یک موضوع، یک مشکل یک معادله نوشته کنیم، معادلش که نوشته کردیم معادله رو باز میتونیم کار کنیم و جوابش رو دریافت کنیم، درست است؟ پس میریم سر تخته و تشکیل معادله چند مثال براتون کار میکنیم که دقیق بفهمید. شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید. خب شاگردای عزیز و گرامی، عنوان درس دوم درس امروز ما شما چی است؟ تشکیل معادله. پس تشکیل معادله چی است؟ گفتیم بعضی از مسئله ها، بعضی از مشکلات ها، ما و شما بر از سوال یک تا معادله نوشته میکنیم و بعد معادله را کار میکنیم، یک دو چند مثال کار میکنیم و دقیق میفهمیم. به عنوان مثال دقت کنید،
به ما و شما بهش گفته. سوال به ما و شما داده چی؟ میگه که از سه چند بان سهش رو دری نوشته کنم. میگیم که اگر از سه چند یک عدد چی شود؟ عدد پنج تفریق شود. اگر از سه چند یک عدد در جای یک تا کاما میخواه. اگر از سه چند یک عدد پنج تفریق شود، حاصل 12 میشود. آن عدد را دریافت کنید. صحیح؟ پس دقت کنید. اگر از سه چند یک عدد پنج تفریق شود، حاصل 12 میشود. آن عدد را دریافت کنید. یک تا سوال با ما شما داده. گفتید دریافت کن. خب چرا هم کارو میکنیم؟ گفتیم این سوالا را ما و شما میایم برازو چی یک تا معادله نوشته میکنیم. معادله را که کار کنیم جواب دریافت میشه. خب چرا هم نوشته میکنیم؟ دقت کن شاگرد عزیز، در معادله ما و شما یک تا متحول یا مجهول داریم، درست است؟ که اون را معمولا با چی نشان میتیم؟ با ایکس نشان میتیم. پس ایکس را دقت کنید. ایکس را ما و شما باید اول تعریف کنیم. در این سوال از ما چی خواسته؟ گفته اگر از سه چند یک عدد 5 تفریق شود، حاصل 12 میشود. آن عدد را دریافت کنید. اما عددی که ما و شما رو می‌خوای دریافت کنه، امور ما و شما باید چی؟ مجهول بانیم یا متحول بانیم. پس یک ایکس چه میگیم؟ میگیم عدد مورد نظر سوال. پس ایکس چی شد؟ عدد مورد نظر سوال که از ما و شما می‌خوای. پس ایکس میشه همون چیزی که سوال از ما و شما می‌خوای دریافت کنیم. گفتم دریافت کن. امور نامش میگیریم ایکس. بعد دوباره چی می‌کنیم؟ سوالو می‌خونیم و معادله را نوشته می‌کنیم. پس ایکس شده عدد مورد نظر. خب گفته اگر از سه چند یک همو عدد سه چند یعنی چی؟ یعنی سه برابر یعنی ضرب در سه شوه. سه چند دو چند میشه؟ میشه 6. سه دو میشه 6. سه چند پنج چند میشه؟ یعنی 5 تو ضرب در سه بساز دیگه، نه 5 سه 15. حالا سه چند عدد نامش چی گرفتیم؟ x گرفتیم. پس میشه چی شاگرد عزیز؟ میشه 3x. وقتی میگه دو چند میشه 2x. سه چند 3x. 5 برابر 5x. 6 برابر 6x باید نوشته کنیم. صحیح؟ پس گفته سه برابر یا سه چند میگه میشه 3x. خب گفته عدد 5 تفریق شود. خب منفی 5 میسازیم. تفریق شود منفی 5 میسازیم. گفته حاصل پس مساوی با چند شده؟ 12. صحیح؟ گفته حاصل چند شده؟ 12 شده. گفته آن عدد رو دریافت کنید. پس ما و شما چی کردیم؟ اول گفتیم x چی است؟ همون چیزی که سوال از ما و شما میخواد. آن عدد رو دریافت کنید. پس x ماندیم عدد مرنوزر سوال. حالا اومدیم دوباره باز سوال از اول خوندیم. اگر از سه چند یک عدد 5 تفریق شود، سه چند میشه 3x. اگر می گفت دو چند میشه 2x. اگر می گفت 5 برابر 5x، 6 برابر 6x. صحیح؟ خب فهمیدیم. گفته عدد 5 تفریق شود، منفی 5 میکنیم. اگر می گفت که جمع شود، خب جمع میکردیم دیگه. صحیح؟ خب گفته حاصل این مساوی با چند شده؟ 12. خود سوال با ما و شما داده. گفته آن عدد رو دریافت کنید. خب ما باید معادله رو کار کنیم و دریافت کنیم عدد چند میشه. این کار میکنیم. صحیح شاگرد عزیز؟ پس ما این معادله رو کار میکنیم. 3x منفی 5 مساوی است با 12. خب منفی 5 دوباره انتقال بده چی میشه؟ مثبت 5. پس 3x مساوی میشه با 12 مثبت 5. پس 3x ما و شما چند میشه؟ 12 جمع 5 میشه 17. حالا اطراف تقسیم بر چند شاگرد عزیز؟ تقسیم بر 3. تقسیم بر 3 چون ضرب x ما و شما 3 است دیگه. تقسیم بر 3 باید بسازیم. خب n 3 کت 3 خلاص. پس ما دیگه پیش نوشتم اینجا این است. n x میمونه. دوباره چی میمونه؟ 17 بر 3. 17 بر پس جواب ما و شما چند شد؟ ایکس ما و شما او عدد چند است؟ 17 بر 3 است. درست است شاگرد عزیز؟ پس سوال به با ما شما بده، ما باید اول چی کنیم؟ یک معادله برازو نوشته کنیم و بعد بتونیم او را کار کنیم. درست است؟ خب پس شاگرد عزیز من تخته رو پاک میکنم، یک تا سوال دیگه هم کار میکنیم از یا. درست است؟ خب شاگرد عزیز مثال یک مثال دیگه هم کار میکنیم. پس مثال دقت کنید، مثال بهش یک بودمان مثال مثلا یک سوال نوشته میکنیم و این را معادلش نوشته میکنیم و کار میکنیم. با سوال با ما شما بهش گفته، گفته که اگر مجموع سن احمد و فیصل، صحیح؟ پس اگر مجموع سن احمد و فیصل 30 سال باشد و احمد از فیصل چی باشد شاگرد عزیز؟ 2 سال بزرگتر باشد،
سن هر کدام را دریافت کنید. سن احمد و فیصل را دریافت کنید. دقت کن شما عزیز، سوال با ما شما به شک داده، مسئله را داده، گفته اگر مجموع سن احمد و فیصل 30 سال باشد، صحیح است؟ و احمد از فیصل 2 سال بزرگتر یا کلانتر باشد، سن احمد و فیصل را دریافت کنید. این سوال است، ما باید یک معادله برای نوشته کنیم. خب از ما چی میخواد؟ گفته سن احمد و فیصل. حالا فرق نمیکنه ما کدامش کلانتر است. دقت کن شما عزیز، در اینجا دو تا از ما خواسته، احمد و فیصل خواسته. ما کدام ایکس باید بگیریم؟ گفتم دهی سوال معمولا دو که کوچکتر است، ما و شما ایکس میگیریم. کدام کوچکتر است؟ احمد کوچکتر است از فیصل. احمد از فیصل 2 سال بزرگتر است، پس ما فیصل کوچکتر است، پس سن فیصل ایکس در نظر میگیریم، صحیح است؟ پس ما میگیم ایکس چی میگیریم شاگرد عزیز؟ ایکس سن فیصل، صحیح است؟ خب حالا میرم معادله رو نوشتن میکنیم. گفته که سن فیصل با احمد اگر جمع شود چی میشه؟ 30 میشه. خب ما میگیم که ایکس این میشه سن فیصل جمع. سن احمد چقدر؟ گفته احمد از فیصل 2 سال بزرگتر است، پس میشه ایکس جمع 2. پس این شد سن چی؟ فیصل جمع ایکس جمع 2. چیش میشه؟ این دقت نشگرد عزیز، اینی سن فیصل است، اینی سن احمد است، چون احمد 2 سال از فیصل بزرگتر است، پس میشه ایکس جمع ایکس جمع 2 مساوی میشه با چند؟ چی گفته مجموعش چند است؟ مجموع 30 سال است، پس مساوی است با 30. این معادله رو باید کار کنه ما شما تا جواب دریافت شوه. خب شاگرد از ایکس جمع ایکس چی میشه؟ این چی است؟ یک حدای متشابه است دیگه، نه؟ عدد پشت از چند است؟ یک است دیگه. یک تا از ایکس رو نوشتم میکنیم، یک جمع یک میشه 2. پس این به یک معادله به یک تبدیل میشه. میشه 2 ایکس جمع 2. 2 ایکس جمع 2 مساوی است با 30 سال. صحیح است؟ خب این کار میکنیم. یک معادله بسیار ساده است. دور دوران انتقال بدید میشه منفی 2. پس میشه 2 ایکس مساوی است با 30 منفی 2. پس 2x ما و شما چند میشه؟ 2x ما و شما 30 منفی 2 میشه 28 مثبت. اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر ضرب x. ضرب x ما و شما چند است شاگرد عزیز؟ ضرب x ما و شما 2 است. تقسیم بر 2 میسازیم. پس 2 کد 2 خلاص. پس میشه چی شاگرد عزیز؟ x مساوی است با 28 تقسیم بر 2 ما و شما چند میشه؟ میشه 14. پس x چند شد؟ 14. x چه بود؟ سن فیصل. پس سن فیصل چند سال است؟ 14 سال است. خب احمد چند سال است؟ سوال از مثل احمد هم خواسته، گفته خود 2 سال بزرگتر است. خود چی میکنیم؟ ایکس جمع 2 دیگه، 14 جمع 2 بساز، سن احمد میشه چند؟ میشه 16 سال. صحیح است که اگر 14 و 16 رو با هم جمع بسازی همون 30 سال میشه. پس سوال حل شد. پس نوشتن میکنیم سن چی شد شاگرد عزیز؟ سن فیصل شد چند شد شاگرد عزیز؟ 14 سال. و سن احمد شد 14 جمع 2 که چند میشه؟ 16 سال. پس ما شما تا زمین سواله کار کنیم. چرا؟ چون تا نیست برش یک معادله نوشته کردیم. درست است؟ پس تشکیل معادله منظورش است که درس امروز ما شما بود که یک تا سوال داشته باشیم، ما رو تبدیل به یک معادله میکنیم، معادله رو که کار کردیم جواب سوال دریافت میشه. درست است شاگرد عزیز؟ پس درس امروز ما شما همین بود و خلاص شد. خب شاگرد عزیز و گرامی، پس عنوان دوم درس هم خواندیم و دیدیم که به چه شکل می باشد. درست است؟ اما کارخانگی. کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 192 و 194 کتاب حل کنید و با ما روان کنید از طریق واتساپ. خب شاگرد عزیز و گرامی، پایان درس سوم و فصل هشتم. دقت کن شاگرد عزیز، فصل هشتم ما شما امروز خلاص میشه و به خیر درس بعد فصل نهم شروع میکنه. درست است؟ خب شاگرد عزیز، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش. شما رو به الله پاک و مهربان می سپارم.